هیچ شکی نیست که ویروس کرونا به تنهایی خودش یک تهدید جدی برای جهان هستش، اما نباید فراموش کنیم که بحران وحشتناکتر دیگه هم در راهه. ما با سرعت داریم به یک لبه پرتگاه فاجعه‌ای در ابعاد جهانی نزدیک میشیم، فاجعه‌ای که تاریخ بشر نظیرش رو به خودش ندیده. ما با دو تهدید جدی روبرویم. اولی خطر افزایش احتمال جنگ‌های هسته‌ای است که با خروج دولت آمریکا از اون باقی مونده توافق‌نامه‌هایی هم که هنوز موجود بودن این خطر وخیم‌تر هم شده است. دومین تهدید صد البته خطر افزایش دمای کره زمینه. هر دو تهدید رو میشه مهار کرد. متأسفانه زمان زیادی باقی نمونده. ویروس کرونا بلای وحشتناکی است، اما اثر این دو تهدیدی که گفتم غیر قابل بهبود خواهند بود. این دو تهدید میتونن به زندگی در کره خاکی خاتمه بدن. اگر با این دو تهدید ما روبرو نشیم امروز، کارمون تمام خواهد بود. این روزها خاطرات کودکی من مدام به ذهنم میان، خاطرات وحشت از بمباران‌های اتمی. اگر میخواید بدونید که وضعیت دنیا به کجا رسیده، میتونید به دی ماه گذشته برگردید. همونطور که میدونید اول هر سال دانشمندها ساعتی رو به طور نمادین به اسم ساعت آخرالزمان تنظیم میکنن. اونها عقربه بزرگ رو بسته به شرایط در فاصله معینی از 12 نیمه شب قرار میدن و نیمه شب البته علامت رسیدن پایان زندگی جامعه بشری است. از زمان انتخاب ترامپ عقربه بزرگ همچنان به نیمه شب نزدیکتر و نزدیکتر شده. پارسال ساعت 2 دقیقه به نیمه شب رو نشون میداد. تصور میکردیم که اوضاع از این دیگه بدتر نخواهد شد، اما امسال دانشمندان به جای دقیقه ها دیگه ثانیه ها رو میشمارن. الان ساعت 100 ثانیه به نیمه شب رو نشون میده. نزدیکتر از هر زمان دیگه‌ای به انتهای کار هستیم. سلت رو عنوان کردن برای این وضعیت. اولیش خطر جنگ های هسته‌ای که تشدید شده، خطر گرمایش زمین به عنوان عامل دوم، و عامل سوم بی‌ارزش شدن دموکراسی یا مردم سالاری. اگر سرنوشتمون رو به دست نانجیب های مردم ستیز بدیم، کارمون حتما تمام خواهد شد. ما در حال نزدیک شدن به نقطه‌ای بدون بازگشت هستیم. تأثیر مخرب ترامپ از همه مردم ستیز های دیگه قطعا بیشتر هست. این به خاطر اونه که ترامپ در رأس قوی ترین کشور دنیا قرار گرفته. آمریکا تحریم های خانه خراب کنی رو بر سایر کشورها تحمیل میکنه. آمریکا تنها کشوریه که به علت قدرت بالایی که داره میتونه این تحریم ها رو یک جانبه تحمیل بکنه. بقیه هم مجبورن تبعیت کنن. شاید اروپایی ها از تحریم های آمریکا علیه ایران به عنوان مثال خوششون نیاد، اما مجبورن که پیروی کنن. اونها باید از اربابشون پیروی کنن یا جایی در تصمیم‌گیری‌های جدی اقتصادی دنیا نخواهند داشت. البته اروپایی‌ها اگه بخوان میتونن از پیروی کردن سرباز بزنن و هزینه‌اش رو هم بپردازن، اما برای سایر کشورها چنین انتخابی وجود نداره. به مسئله کرونا برگردیم. یکی از اهداف آمریکا از تحریم‌ها حداکثر کردن درد و عذاب در شرایط بحران کنونی هستش. این کاملا عمدیه. مردم ایران خودشون در داخل یک دنیا مشکلات عدیده ای دارن، اما آمریکا حلقه طناب دار تحریم های کمرشکنش رو به گردن ایرانی ها انداخته و علنن و عمدن این حلقه رو تنگتر و تنگتر میکنه تا رنج ایرانی ها رو بیشتر بکنه. کوبا هم از تحریم های آمریکا از زمان استقلالش تا کنون رنج کشیده. این که بعد از این همه سالها تونستن دوام بیارن واقعا تعجب آوره، بلکه حتی مقاومتر هم شدن. یکی از عجایب این ویروس کرونا
کرونا اینه که کوبا داره الان به اروپا کمک میکنه. نمیشه واقعا این رو به راحتی فهمید که چرا مثلا آلمان ظاهرا نمیتونه به یونان کمک کنه اما کوبا میتونه به اروپا کمک کنه. بحرانی که تمدن غربی امروز دچارش شده حتی فکرش هم واقعا تأسف برانگیزه. اکنون دیگه کار به جایی رسیده که برای روبرو شدن با این بحران باید مثل زمان جنگ بسیج بشیم. کشور ثروتمندی مثل آمریکا تمامی منابع لازم رو برای مقابله با بحران اقتصادی داره. بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا یک پارچه بسیج شد. بازسازی کشور باعث یک بدهی بی‌نظیری برای آمریکا شد که امروز غیر قابل تصوره. اما برنامه بازسازی بعد از جنگ بسیار موفق بود. بخش تولیدی آمریکا 4 برابر بزرگتر شد و به رکود اقتصادی پایان دادند. برنامه بازسازی بدهی زیادی به بار آورد اما ظرفیت عظیمی را هم برای توسعه ایجاد کرد. امروز وضعیت به اون اسفباری بعد از جنگ جهانی دوم نیست. ما اونقدرها منابع نیاز نداریم اما به یک طرز فکر نجات دهنده محتاجیم. تا ابتدا از پس این بحران اقتصادی بعد از کرونا بر بیایم، در یک دنیای واقعا متمدن کشورهای ثروتمند باید به کشورهای نیازمند کمک کنند، اینکه اونا رو با تحریم خفه کنن، کاری که الان داریم میکنیم. اگر وضعیت گرمایش زمین همین طور پیش بره، جنوب آسیا ظرف 2-3 دهه دیگه قابل زندگی نخواهد بود. این تابستان دما در راجستان حتما شنیدید که به 50 درجه رسید و همچنان در حال افزایشه. منابع آبی هم که در حال تمام شدن اوضاع واقعا روبه وخامت خواهد رفت. 2 قدرت هسته‌ای اونجا هستن، هند، پاکستان، و به احتمال زیاد اونها بر سر آب ممکنه با هم سرشاخ بشن. بعد ویروس کرونا خیلی خطرناکه و نمیشه خطرش رو دست کم گرفت، اما باید به یاد داشته باشیم که خطر این ویروس تنها بخش بسیار کوچکی از بحران‌هایی است که در انتظار ما هستن. اون بحران‌ها ممکنه به اندازه کرونا نتونن زندگی روزمره مردم را در سرتاسر جهان به طور ناگهانی مختل بکنن، اما مسلماً اونقدر قوی هستن که امکان زندگی رو ظرف چند دهه آینده از موجودات زنده برای همیشه بگیرن و اون زمان متاسفانه دور نیست. ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم. بعضی از اونها مثل ویروس کرونا خطرات آنی هستن و بعضی هم بسیار بسیار بزرگترن و همچنین خود تمدن بشری دچار بحران شده. شاید یکی از نتایج مثبت شوک این ویروس این باشه که مردم بالاخره به این فکر بیفتن که توی چه دنیایی میخوان زندگی کنن. آیا دنیایی میخوایم که کارش به اینجاها بکشه؟ باید علتهای این بحران کرونا فکر کرد. چرا دنیا باید درگیر بحران کرونا بشه؟ اولین علتش ناکارآمدی اقتصادهای سرمایه‌داری، اقتصاد بازاره. بیکفایتی نظام سرمایه‌داری اخیراً با روی کار اومدن نولیبرال ها طی چند دهه اخیر بدتر هم شد و از خیلی وقت پیش میدونیم که این پاندمی های مثل این در راهن. دانشمند ها این رو میگفتن. حتی میدونستیم که احتمال زیاد از نوع ویروس کرونا شبیه به سارز خواهد بود. 15 سال پیش وقتی سارز اومد خوب شناخته و کنترل شد. آزمایشگاه از همون زمان میتونستن برای مقابله با خطرهای بعدی شبیه به اون آماده بشن. چرا این کارو نکردن؟ چون بازارهای سرمایه و ابر شرکت‌های داروسازی خصوصی سودی توی این کار نمی‌دیدن. ما سرنوشت خودمون رو به دست بخش خصوصی دادیم که ذاتاً مستبد. شرکت‌های خصوصی قدرتمند هستند و در هیچ کشوری به مردم پاسخگو نیستند. در مورد کرونا ابر شرکت‌های دارویی واقعاً نقش بزرگی میتونستن ایفا کنن و نکردن. برای اونها ساختن انواع کرمای پوستی خیلی سودآورتر بود تا ساختن واکسنایی که جون مردم رو نجات بده. این امکان همیشه هست که دولت‌ها وارد عمل بشن و مثل زمان جنگ و بحران
مقابله کنن. من فلج اطفال رو یادم هست که چه کابوسی بود. واکسن اون توسط یک سازمان دولتی در زمان دولت رفاه روزولت درست شد. این کار رو دولت هم این بار قبل از فاجعه میتونست انجام بده، اما سامونی بدتر از کرونا یعنی نولیبرالیسم جلوی این کار رو گرفت. نولیبرالیسم یک ایدئولوژی ساخته سرمایه‌داریه که الان دیگه در سرتاسر جهان اکثر دولت‌ها از آمریکا تا چین به مرور از زمان ریگان به نفع طبقه سرمایه‌دار پذیرفتن و اعمال می‌کنند این ایدئولوژی رو. شعار انتخابی ریگان رو سرمایه‌دارای بخش خصوصی براش نوشته بودند. شعارش این بود که مشکل خود نهاد دولته و باید دولت رو کوچک کرد. منظورش این بود که باید قدرت دست تصمیم گیری رو از دولت بگیریم و به مستبدهای بخش خصوصی بدیم. مسلمه که بخش خصوصی هرگز به مردم پاسخگو نیست، چون منتخب مردم نیست. نکته اینجاست که این همه گیری کرونا واقعا قابل پیشگیری بود. اطلاعات لازم رو ما از قبل در دست داشتیم، درست 3 ماه قبل از فاجعه. یک شبیه سازی کامپیوتری خبر از احتمال چنین بلایی در آینده نزدیک رو میداد، اما حتی همون موقع هم کاری صورت نگرفت. وقتی فاجعه شروع شد، بی‌مسئولیتی دولت‌های وابسته به سرمایه‌دارا وضعیت رو هم بدتر کرد و اونا اطلاعاتی که به دستشون می اومد برای مدتی بی‌اعتنایی می‌کردن. دهم دی ماه چینی‌ها سازمان بهداشت جهانی رو از یک بیماری شبیه ذات‌الریه با یک منشأ ناشناخته مطلع کردن. 2 هفته بعد عاملش رو دانشمندای چینی یک ویروس کرونا شناختن. حتی همون موقع هم کشورهای دیگه بی‌اعتنایی کردن. بریتانیا بدتر از خیلی‌ها و آمریکا از همه بدتر. اینها که چندین هفته ادعا می کردن که این فقط یک ویروس ساده سرماخوردگی، ناگهان یک شبه به کشندگی اون پی بردن و گفتن که باید کسب و کارا رو ببندیم. و بعد هم ترامپ شروع به دروغ پردازی کرد تا این وخامت فاجعه مثلا باعث باختنش در انتخابات نشه. اینکه دنیا دست چنین موجوداتی افتاده واقعا شوک کننده است. نکته اینه که بحران ابتدا در سر بیکفایتی نظام‌های بازار آزاد شروع شد و این بیکفایتی در اثر نولیبرال شدن دولت‌ها در سرتاسر جهان بدتر هم شده و بعد در اثر تضعیف نهادهای دولتی که باید محافظ مردم باشن بحران ادامه پیدا کرده. و همونطور که گفتم، باید از خودمون بپرسیم در چه دنیایی میخوایم زندگی کنیم. دو انتخاب بیشتر جلوی ما نیست، یا در دامن این دولتهای مستبد، حالا چه غربی چه شرقی، بیفتیم، دولتهای مستبدی که ادعا میکنن اونا فقط میتونن ما را نجات دهن، و یا انتخاب دوم اینه که جامعه رو بازسازی بکنیم طوری که انسان طبیعی بر سود محوری در اقتصاد ترجیح داده بشه. باید در نظر داشت که دولت‌های استبدادی و بیرحم با این ایدئولوژی‌های بازار آزادی کاملاً منطبقند. طرفدارای دو آتشه نولیبرالیسم چه در غرب چه در شرق با اعمال خشونت و خفقان توسط دولت‌ها برای حفظ اقتصاد کاملاً موافقند. این امکان وجود داره که مردم خودشون رو سازماندهی بکنن، وارد صحنه بشن، همونطور که دارند میشن، تا دنیای خیلی بهتری رو درست کنن، تا هم جلوی خطر جنگ‌های هسته‌ای گرفته بشه، هم جلوی گرمایش زمین. هر چه دیرتر بشه امکان رهایی سخت‌تر خواهد شد. فرصت زیادی نداریم، باید واقعا با جدیت وارد عمل بشیم.